خب همونطور که میدونید بایننس تصمیم گرفته که از کانادا خارج بشه میخوایم نگاهی به بایننس بندازیم نگاهی به اینکه چرا داره میره و چه چیزهایی رو داره با خودش میبره بندازیم و مهمتر از همه در این ویدیو بررسی بکنیم که چه آپشنهای های دیگری وجود دارد برای کسانی که در کانادا زندگی میکنن و همچنین شاید کسانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن برای استفاده از خدماتی که قبلا بایننس به اون میداد و اینکه ببینیم چه های برای ما وجود داره خب از خود فایننس شروع، بایننس شروع کنیم سال 2017 توسط سیزی که احتمالا همه باش آشنا هستین سینچنگ پنجاو ساخته شد و در حال حاضر بزرگترین صرافی کریپتوکارنسی دنیا هستش بزرگترین و به این معنا که بیشترین مقدار پول توش جا میشه بیشترین حجم معاملات رو داره و بیشترین لیکویدیتی یا نقدینگی رو در خودش جا داده مارچ 21 مارچ سال 2022 یعنی پارسال اونتاریو رو ترک کرد به خاطر قوانینی که اونجا گذاشته شد و 12 می 2023 اعلام کرد که از کانادا به طور کامل خارج خواهد شد تا انتهای سپتامبر سال 2023 این به این معنیه که از 1 اکتبر 2023 امکان دسترسی بهش وجود نخواهد داشت کماکان اگر پولی در داخلش هست میتونید برداشت کنید حتما به ایمیلی که براتون فرستاده شده مراجعه کنید. اما اولین سالی که پیش میاد که چرا این اتفاق افتاد چرا داره میره یک ارگانی وجود داره در کانادا به نام کانادین Securities Administrators یا CSA. مشابه اس آمریکا هستش کارش نظارت بر سکیوریتی ها و اکسچنج هاست همونطوری که از اسم اس ای برمیاد سی هم همینطور هستش و قانونی که گذاشته شد در فوریه این بود که سیستم هایی که لورج اهرم و استیبل کوین ها و سایر سیکیوریتی ها رو به کانادا ارائه میدن باید بیان و رجیستر بکنن با CSA خب این باعث شد که خب طبیعتا دستانداز قانونی هستش و با این از قبل از اینکه اصطلاحا کسی بخواد بندازدش بیرون خودش رفت از کانادا بیرون و خب این ما رو میذاره با ما رو در موقعیت میذاره که باید بگردیم دنبال آلترنتیف های اما اول ببینیم چه چیزهای ارائه میداد و بریم بعد بررسی کنیم چه آلترنتیف هایی وجود داره توی بایننس طبیعتا ما اول از همه اول مهمتر از همه بازار اسپات رو داشتیم تبدیل کوین های مختلف کریپتوکارنسی های مختلف به هم دیگر رو داشتیم بازار فیوچرز رو داشتیم پرپچوال فیوچر ها رو داشتیم که در واقع اختراع شده در اصل بایننس نبود توسط بیت مینکس بود بله خب یکی از بزرگترین بازارهای پرپشال فیوچر رو به اون ارائه میداد آپشن ها رو به اون ارائه میداد اجازه ترید با مارجین روی کوین های مختلف رو ارائه میداد خرید و فروش پی تو پی که جلوتر صحبت می کنیم یعنی چی و همچنین ارنو خیلی از امکانات دیگه مثل لانچ پد و غیره اما امروز میخوایم می ببینیم که چه آپشن های دیگری برای ما وجود داره و چطور میتونیم همین امکانات رو در کانادا و در خیلی از کشورهای دیگه دنیا من جمله ایران داشته باشیم با ما همراه باشین برای بررسی آلترنتیف های بایننس خب قبل از اینکه بخوایم صحبت کنیم که چه آلترناتیوی جایگزین بایناس میتونه بشه اول باید ببینیم چه چیزهایی رو نیاز داریم چه استفاده هایی ما در دنیای کریپتو وجود داره به چهار قسمت من تقسیم کردم این موضوع رو قسمت اول آف رمپ و آن رمپ هستش آف رمپ و آن رمپ یعنی چی اون جایی که شما فیات پول پول عادی که دارین ریال دلار دلار کانادا هر چیزی که هست اون رو تبدیل میکنین به کریپتوکارنسی به هر کریپتوکارنسی این آف رمپ و آن رمپ یکی از مورد استفاده هایی هستش که ما باید پیدا بکنیم آلترنتیو واسش پیدا بکنیم خود بایننس خیلی توی به طور خاص در مورد کانادا خیلی این امکانات زیاد به کانادایی ها نمیداد چون بانک های کانادایی خیلی باهاش جور نبودن ولی خب یه سری راه های وجود داشت که بشه این کار رو باهاش کرد پس کاتگوری اول کاتگوری آف رام و آن رمپ هستش کاتگوری دوم اسپات اسپات یعنی تبدیل هر ارز دیجیتالی که دارین هر کریپتوکارنسی دارین به یک ارز دیگر معامله و تبدیل ارزها به هم رو اسپات تریدینگ مینامیم فیوچر ها و مارجین تریدینگ استفاده از اهرم در تریدینگ این یکی دیگر از استفاده ما هست بخش سوم و بخش آخر هم سایر در واقع امکاناتی که وجود داشت حتی سل... چیزهایی چیزایی که میخوایم راجعش صحبت کنیم مثلا حتی توی بایننس نبوده ولی خب امکانات دیگه که ما توی این دنیا میتونیم ازش بهره ببریم بیایم از قسمت اول آف ریمپ و آن ریمپ شروع بکنیم دو تا پیشنهاد من میدم دو تا فلسفه وجود داره برای این کار برای تبدیل فیات به چی به کریپتوکارنسی ها یکی راه سنترالایز یا متمرکزش هست که پیشنهاد من اگر در کانادا زندگی می کنیم و اگر داخل از کشور دنیا زندگی میکنیم کوین بیس هستش کوین بیس یک بزرگترین صرافی بعد از بایننس هستش ثبت شده در آمریکا در بازار بورس آمریکا معامله میشه بسیار قانونمند و شما میتونید ثبت بکنید KYC انجام بدین اطلاعات خودتون رو بدین و با خیال راحت معامله انجام بدین خوبیش چیه خوبیش اینه که امن اگر مقدار زیادی پول میخواین تبدیل بکنین یکی از بهترین راهها هستش آسونه مشکلش چیه مشکلش اینه که یکم هزینش بالاست که البته یه جورای اجتناب ناپذیر است هر راه دیگه این قسمت آفرمف و آن رم تبدیل به از بانکتون به کریپتوکارنسی ها همیشه هزینه بر بوده و هست و خواهد بود ولی خب به امنیتش به نوعی میارزه به شخص برای م... مخصوصا مخصوصا برای مبالغ بالا بسیار پیشنهاد میدم که از صرافی های متمرکز استفاده کنید اگر در کشوری هستین که کوین خدمات نمیده دنبال صرافی بگردین در کشورتون که نسبتا قانونی هستش و اجازه این کار رو به شما میده اما راه دیگری هم وجود داره راه اصلاح هم پی تو پی یا پیر تو پیر نفر به نفر شما اگر میخواین که بیت کوین بخرین حتما یه نفر یه جای دیگه دنیا یه جای دنیا یا جای کشورتون هست که میخواد اون کارنسیتون رو مثلا دلار کانادا رو بگیره و بیت کوین به شما بده راه زیادی وجود داره مثال از وبسایت های زیادی وجود داره برای این کار یکی از مثالاش لوکال بیت کوینز هستش که یکی از قدیمی ترین سایت هست که این کار رو براتون انجام میده شما رو وصل میکنه خود بایننس پی تو پی داشت و میتونستین این کار رو باهاش انجام بدین و ورژن خیلی ساده تر شما حتی میتونین بریم به صرافی محلتون چه ایرانی چه خارجی کش بدیم پول نقد بدیم و بیت کوین یا هر ارز دیگه که مد نظرتون هست دریافت بکنید به شخص خیلی پیشنهاد نمیدم معمولا اسپرید های بالا وجود داره اختلاف قیمت خرید و فروش نسبتا بالا هستش در مقایسه با کوین بیس شاید فیش کمتر باشه اما با توجه به اینکه میگم چقدر پول میخواین جابجا بکنین چقدر مهمه اون پول واسهتون پیشنهاد من همیشه چیزی صرافی های متمرکز تر مثل کوین بیس هستش و این جمله رو شد از قبلا هم از من شنیدین که این کار آفرام و آن رمپ صرافی ها چیزی نیست که بخواد غیر متمرکز باشه به ذات به نوعی متمرکز هستش اما اگر غیر متمرکز و به شکل پی تو پی انجام بدین خوبی که داره در بعضی از مواقع این هستش که یه جورایی مخفی میمونه و هیچکس نمیفهمه اون پول برای شماست ولی خب با کوین بیس طبیعتا همه چیز شما اعلام میشه و طبیعتا بعدا بعد دنبال مالیاتش هم بریم البته پیشنهاد من این که همیشه حواستون به مالیات باش امروز نمیخوام راجع مالیات صحبت کنیم ویدیو راجع مالیات رو جداگانه در کپشن میتونید که پیدا بکنید خب پس این اولین کاتگوریمون بود آف و آن رمپ کاتگوری دوم اسپات تریدینگ اسپات تریدینگ هم همینطور ما دوباره متمرکز ها رو داریم و غیر متمرکز ها رو داریم از سه تا مورد از متمرکز ها میخوام براتون مثال بزنم یادتون باشه که اثبات تبدیل یک ارزی که داریم به یک ارز دیگر هستش اولین انتخاب دوباره میتونه کوین بیس باشه به شخصه از کوین بیس برای این کار استفاده نمی کنم ولی خب دوباره راحت هستش اگر که صرفا یک بار این کار میخوای انجام بدین یا تعداد کمی بار در سال میخواین این کار رو انجام بدین راه مناسبی هستش نیاز به سی داره طبیعتا بعد اعلام نشون بدین کی هستین ولی خب خوبیش اینه که همون موقعی که میخرین فیاتتون رو تبدیل میکنین میتونید که تبدیل کنین مشکلاتش اینه که تعداد دارایی هایی که توش وجود داره کم هستش و علتش هم این هستش که چون رگولیتد هست چون قانون گذاری شده هست صرفا کوین هایی وجود دارن که رجیستر شدن با نهاد مربوطش و فی هم نسبتا بالا هستش هزینه تبدیل ها نسبتا بالا هستش اما گزینه دیگه ای که من پیشنهاد می کنم و من استفاده می کنم ازش بینگ هستش لینک لینکش رو میتونید توی کپشن پیدا کنید جلوتر باز هم بهش برخواهیم گشت از خوبیاش چیه اینه که نیاز به کیوایسی نداره پس هر جای دنیا زندگی کنید میتونید بدون کیوایسی از بینگیکس استفاده کنید البته سقف برداشت ماکسیموم 50000 دلار در روز بدون KYC وجود داره اگر میخواین این سقف رو جابجا کنید باید حتما KYC انجام بدین جالبه که KYC رو امکانه که KYC رو برای کانادایی ها به طور کل برداشته اگر در کانادا هستید باید از VPN استفاده کنید برای اینکه بتونید دسترسی داشته باشین اما نکته جالبش اینه که برای دوستانی که ایران هستن میتونن که به راحتی KYC انجام بدن پس جالبه با ما همراه باشین چیزای جالب تری هم پایین تر در مورد داریم که بهش برسیم پس توی کانادا به VPN نیاز خواهید داشت خوبیش اینه که تعداد خیلی زیادی دارایی های مختلف از انواع و اقسام اسید ها هستش که میتونید تبدیل بکنید در بازار اسپات و فی یا هزینه ترکنش به نسبت خیلی خیلی پایین هستش و چون لیکویدیتی بالایی نسبتا داره در مقایسه با, با بایننس طبیعتا کمتر هستش اما بالاخره لیکویدیتی بالایی داره و میتونید با اسپرد های خوب معامله انجام بدید صرافی های متمرکز دیگری هم وجود دارند مثل کراکن پیشنهاد من کوین هستش ولی خب باز خودتون میتونید تحقیق بکنید و اگر میخواین صرافی متمرکز استفاده بکنید برای ترید اسپات به سایر گزینه ها هم بپردازید اما این تنها راه نیست استفاده از صرافی های متمرکز تنها راه برای تبدیل اسپات نیستش شما میتونید از صرافی های غیر متمرکز برای تبدیل اسپات استفاده بکنید مثل یونی سواب مثل سوشی سواب مثل پنکیک سواب تقریبا هر چیزی که سواب پردش داره خوبیشون چیه خوبی خیلی بزرگشونه که هیچ و وای سی و رجیستریشنی نیاز نیستش کاملا غیر متمرکز است پولاتون یه جورایی دست خودتونه نیاز نیست پولی رو به صرافی بریزین تبدیل کنین بعد دوباره بردارین یه جور توی ولتتون به نوعی باقی میمونه ولی خب مشکلی که داره اینه که لیکویدیتیشون لیکویدیتی خیلی کمتر هستش نسبت به بعضی از سر... اغلب صرافی های متمرکز مقدار کل نقدینگی که اونجا وجود داره کمتر هستش و این منجر میشه احتمالا به قیمت بیشتر به یا به قیمت ارزون تر بتونین بفروشین مشکل دیگه ای که وجود داره مثلا اگر که مقدار دارایتون کوچیک هستش این هستش که گسفی بالایی باید پرداخت بکنید چون اغلبشون روی شبکه اتریوم کار میکنن بعضیشون روی شبکه بایننس هم هستن حتما تحقیقاتتون رو کامل انجام بدین دوباره پیشنهاد من این هستش که برای این نوع معاملات بهترین انتخاب معمولا صرافی های متمرکز هست ولی این رو همیشه مد نظر داشته باشین کلا در همه صرافی ها هدف این هستش که هدفتون باید این باشه تلاشتون باید در این راستا باشه که به محض اینکه شما پول رو جابجا جا کردین تبدیلتون رو انجام دادین هر کاری که دارین با صرافی انجام دادین تا حد امکان سریع پولتون رو بتونین خارج بکنین و به ولت خودتون برگردونین این خیلی خیلی مسئله امنیتی مهمی هستش ماینس از چه صرافی استفاده میکنید حتما این موضوع رو مد نظر داشته باشید بسیار عالی خب پس این از کاتگوری دوم بود کاتگوری اسپات که دوباره پیشنهاد من یک کوین بیس هستش و دو بینگیکس اگر که نیاز به اسست های بیشتری دارید. برسیم به کاتگوری سوم فیوچر مارجین و چیزهای دیگر دوباره سه تا کتگو... سه تا راه مختلف رو میخوام پیشنهاد کنم بهتون اولین و راهی که به نظر من باید من خودم انجام خواهم داد از این به بعد بخاطر خاطر اینکه مجبورم از بایننس بیام بیرون بعد از سالها خیلی ناراحت کننده است ولی خب چیزی که من خودم میخوام انجام بدم و به زودی ویدیو آموزشی کامل هم در موردش خواهیم داشت صرافی متمرکز بینگیکس هستش دوباره خوبیش اینه کتاب سخب سخب که تا سقف برداشت سقف 50000 دلار کی سی نیاز نداره و اگر کانادا هم هستی مشکلی وجود نمیاد واسهتون صرفاً باید یادتون باشه که از وی استفاده کنید خوبیش و تداقل طبق تست هایی که من کردم این بود که اگر وی تون قطع بشه اگه هر دلیلی دوباره بیاین توی کانادا صرفاً بهتون نشون میده که از یک جای دارین دسترسی پیدا میکنین که ما اجازه خدمات رسانی بهش رو نداریم و به اینکه وی پی ان همه چی اوکی میشه مشکل جدی براتون به وجود نمیاد خوبیش چیه؟ خوبی بازار فیوچرش اینه که نسبتا لیکویدیتی زیادی داره حدود یک ممیز دو دهم میلیارد دلار معاملات صرفا بیت کوین روی فیوچرزش در روز انجام میشه که خب خیلی قابل توجهه دوباره با, با بایننس قابل مقایسه نیستش ولی خب کماکان عدد بزرگی هستش نسبت به سایر گزینه های دیگه که وجود داره متمرکز و غیر متمرکز یک قابلیت دیگه که بهتون ارائه میده این هستش که شما میتونید تعدادی از سهام های بازار آمریکا و همچنین فارکس رو معامله بکنید و خب این خیلی امکان جالبی هست شکر دو تا حساب دارین که فارکس دیتون رو یه جا ترید میکنید کریپتو رو یه جا اینا رو با هم مرج بکنید من هنوز تست نکردم فارکس شو ولی به نظر خوب میاد اسپرد ها و فی هاش به نظر خوب میاد اما اینو میذاریم برای یک ویدیوی دیگه که بیشتر بهش بپردازیم به فی های خیلی پایینی داره هزینه ترکنش ها نسبتاً پایین هستش قابل مقایسه با بایننس هستش حتی از لحاظ هزینه تراکنش ها در بازار فیوچرزش و اگر که بخواین بیشتر سیو بکنین بخواین بیش... هزینه تراکنشتون حتی کمتر بشه میتونید از لینک ریفرال من استفاده بکنید که در کپشن براتون گذاشتم یا در بایو وبسایت میتونید ببینید این کمکتون میکنه که فی کمتری بدین از نکات مثبت دیگه این هستش که پیر های زیادی جفت های زیادی هستش که میتونید معامله بکنید در قسمت فیوچرزش ولی خب میگم دوباره کماکان برای دوستان کانندای ما مخصوصا حواستون باشه که نیاز به وی پی دارین از وی پی های در واقع مدرم میتونید استفاده بکنید از نورد وی پی میتونید استفاده بکنید هزینه ای هم نداره اونم لینکش رو براتون میذارم خب آپشن دیگه چیه راه دیگه این هستش که از صرافی های غیر متمرکزی که امکان فیوچرز دارند استفاده بکنین از بین اینها یکی از بهترین گزینه هایی که من پیدا کردم دی وای دی اکس هستش من چیزی نیستش که به هفته دوست داشته باشم ازش استفاده بکنم علت اصلیش اینه که لیکویدیتیش کمتر هستش خیلی کم نیستش در مقایسه با یک و دو دامه میلیارد بینگیکس 800 میلیون هستش کماکان قابل توجه کماکان زیاده ولی خب خوبیش اینه که KYC اصلا نیاز نداره صرفا شما ولتتون رو متصل میکنید یه مشکلی که وجود داره این هستش که هر کوینی رو نمیتونیم بیارین توش باید در پای اتریوم باشه و خب این خودش یه سری مشکلات ایجاد میکنه البته بگم باز چیز قطعی نیست کماکان ولی شما پرداخت گسفی رو این وسط دارین که برای حسابهای کوچیک مخصوصا عدد بزرگی خواهد شد گسفی اتریوم مشکل بزرگ دیگه این هستش که اسپات نداره شما همون کوینی که میار فن فیوچرز هستش تمرکزش رو صرفا روی فیوچرز گذاشته دوزو من چیز بدی نیست ولی خب دوباره ترجیح من این هستش که یک چیز متمرکزی است که سیستم متمرکز قابل اعتمادتری رو بتونم دنبالش برم و محدودتر هستش کماکان اگر در کانادا هستیم، تکرار میکنم کماکان اگر در کانادا هستین مستقل از اینکه از چه صرافی استفاده میکنین برای فیوچرز ها نیاز به VPN خواهید داشت چه بینگیکس چه صرافی متمرکز چه حتی صرافی های غیر متمرکز نیاز به وی پی خواهید داشت پس گزینه غیر متمرکز دی وای دی ایکس هستش یک راه دیگری هم برای کل این داستان وجود داره و اون استفاده از پرووایدرهای های CFD یا کانترکت دیفرنس هستش اگر که فارکس ترید میکنید کامودیتی ترید میکنید احتمالا با سی ها آشنا هستین مطمئنا با سی ها آشنا هستین و سی ها به شما اجازه میدن که به نوعی uh, حال من از این کلمه خیلی دوست ندارم استفاده کنم ولی میتونید شرط ببندید میتونید قراردادی ببندید برای تغییر قیمت یعنی به جای اینکه شما واقعا یک پرپچوال فیوچر کانترکت رو بیاین خرید و فروش بکنید یا به جای اینکه واقعا بیاین اسپات یک چیزی رو خرید و فروش بکنید یک قراردادی با یک بروکر میبندین برای اینکه اگر قیمت رفت بالا من انقدر سود میکنم اگر قیمت پایین من انقدر ضرر میکنم وارد جزئیات سی اف نمیخوام بشم اما پرووایدر های فارکسی وجود دارند که علاوه بر این که فارکس دارن علاوه بر کامودیتی دارن علاوه بر اینکه که شاخص ها و تک های بورس رو ارائه میدن چون میتونید ازشون استفاده بکنید برای ترید کردن کریپتوکارنسی ها معمولا تعداد کریپتوکارنسی هایی که توشون هست خیلی کمتر هست معمولا به دو تای اول محدود میشه ولی خب اگر با متا تریدر آشنایی دارید اگر تریدر حرفه ای هستید شاید این گزینه خیلی جالبی باشه واسهتون مای افکس چویس چیزی هستش که uh, من استفاده میکنم uh, لینکش رو براتون میذارم دوباره میتونید استفاده کنید برای فی های کمتر که وجود ندارد uh, بامد... فقط بدیش چیه بدیش که نه ولی یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشید اینه که باید از متا تریدر استفاده کنید برای معامله کردن باهاش مثل سایر صرافی‌ها نیستن که وبسایتشون رو باز بکنید یا اپشون رو خیلی راحت باز بکنید ترید کنید یه کمی باید حرفه‌ای‌تر باشین فی ها یه ذره بالاتر هست برای استاکس و کریپتو برای فارکس فیاش چون ای هستش برای فارکس خیلی فیاش و اسپریداش مناسب هست اما برای کریپتو و بازار بورس اینطور نیستش فی های بالاتری داره حواستون باید باشه که چیکار داری میکنین دوباره اگر با مقدار بزرگ ترید میکنین شاید به نفعتون باشه ولی من پیشنهاد نمیکنم کریپتو ترید کردن با سی اف ها رو پیشنهاد من بینگیکس هستش اثبات طبیعتا نداره میگم چون اصلا بروکر هستش و صرافی به نوعی نیستش خوبیه دیگه ای هم که داره اینه که میتونین برداشت و واریزتون رو با کریپتو انجام بدین حتی اگر که بخواین فارکس ترید کنیم میتونین هم با دلار انجام بدین ولی خب KYC نداره و پشتیبانی هم پشتیبانی پاسخگویی هم داره بسیار این جنببندی موضوعاتی بود که میخواستم رو روش صحبت کنم اون قسمت چهارمی که احتمالاً منتظرش هستین همین بحث فارکس و کامودتی ها و سهام و غیره بود که توی قسمت فیوچرز و مارجین بهشون پرداختیم برای جنبندی برای آف و آن رمپ کوین بیس رو بهتون پیشنهاد میکنم برای اسپات و فیوچرز مارجین بهتون بینگیکس رو پیشنهاد میکنم و برای فارکس مای افکس رو پیشنهاد میکنم لینک هر ستاشون رو میتونید توی کپشن پیدا بکنید دو تا از ستاشون اگر که از لینک استفاده بکنید باید میتونید فی و هزینه تراکنش کارمزد کمتری رو داشته باشید امیدوارم که به دردتون خورده باشه برام بنویسین شما از چی استفاده میکنید، چرا و نظرتون در مورد این انتخاب چی هستش اگر پیشنهادات خوبی بدین شاید قسمت دوم هم برای این ویدیو وجود داشته باشه. مراقب خودتون باشین میبینمتون و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون